سپاس گذارم جناب بدی از ادب دارم حضور شما عزیزان محترمی که در قسمت گویندگان حضور دارند و عزیزانی که در قسمت شنونده هستند بعد طبق معمول ما هفته و هفته که دوره هم هستیم اخبار بسیار زیادی اتفاق میفته چه در سطح جهانی مشخصا در رابطه با ایران ما داریم صحبت میکنیم چه در داخل کشور و چه در خارج کشور طی این چند روز گذشته ما اعتراضات زیادی داشتیم برای سفر غریب الوقوع خانم نشف در حقیقت ایشون معاون امور زنان ام معاون امور حقوق بشر سازمان ملل هستند که قبلا هم سفرهای به ایران داشتند و باز دوباره قصد این سفر رو دارند تعداد بسیار زیادی به خصوص الان که ام این بدا کشتن این چهار جوان کرد ما در هفته پیش داشتیم قبل از اون هم محمد قبادلو و فرهاد سلیمی رو داشتیم و در چنین شرایطی در حالی که حکومت چمشی رو از رو بسته تنها در ماه ژانویه هفتاد و سه نفر رو به دار آویخته اینها افرادی هستند که تایید شده هستند و از اونجایی که رژیم مطلقا دیگه نه آمار اعلام میکنه نه اسامی رو اعلام میکنه نه چیز دیگه بسیاری از این خانواده ها رو تحت فشار قرار میده و بهشون میگه اگر مثلا علنی بکنن خبر رو پیکر عزیزشون رو بهشون تحویل نمیدن و به همین ترتیب خیلی مخفیانه دست به این قتل ها میزنه به این قتل های حکومتی و تنها در جانبی ما 73 مورد رو داشتیم که تایید شده است و البته حالا این خانم معلوم نیست باز دوباره با کدوم بند و بستی به حال قرار برن اونجا مطمئنا مراسم به این شکل خواهد بود که میرن یه قراری فلان جا میذارن یه کسی رو میارن در برش میشینه با دو تا از این مقامات رژیم صحبت میکنند و نمایش نمایشی که رژیم ترتیب داده مثل همیشه و به خصوص الان که قرار به گزارش کمیسیون در حقیقت حقوق بشر این ها ما یک کمیته حقوق بشر داریم کمیسیون حقوق بشر این بخش های مختلف داره که سازمان های حقوق بشری که در ارتباط با سازمان ملل هستند به هر رو گزارشگر ویژه ما داریم آقای جا... جاوید رحمان و این کمیته ای که برای جنایت حکومت در سال گذشته در یک سال گذشته تشکیل شده اینها هم قرار گزارش اولیه‌شون رو ارائه بدن و این سفر برای همین خیلی سوال برانگیز به هر خانواده پرواز 752 برخی از جان باختگان پرواز 752 به این مسئله اعتراض کردن بیانیه منتشر کردن و از ایشون خواستن که این سفر رو لغو کنه یا به تعویق بندازه همونطوری که بسیاری از سازمان های حقوق بشری دیگه تعداد بسیار بسیار زیادی از مقام ها و چهرهای مختلف خواستار همین مسئله شدن که یا این سفر کلا لغو بشه یا اینکه حداقل به تعویق بیفته به هر خبر اخراج مقام حکومتی ایران مجیدی ایران منش که قبلا معاون وزیر بوده و مدیر کل مدیر قسمت های مختلف بوده در آخرین پستش در دوران روحانی بوده و ایشون تحت عنوان مطالعاتی به قول معروف به کانادا در کانادا اقامت داشت که با تلاش ایرانیان از افرادی هستند که از کانادا اخراج شدند هرچند درخواست کرده بود در طریق وکلاش که اخراج به حالت رسمی نباشه برای اینکه بتونه به جای دیگه سفر بکنه اما به هر روی این مسئله به سرانجام رسید و دستور اخراج رسمی ایشون طی دو روز گذشته صادر شد در رابطه با این جنایات حکومت در این چند روز گذشته همچنان ما تظاهرات داریم در شهرهای مختلف همین امروز همین الان در سوئد تظاهراتی در جریان در استکهلم و در مالمو داشتیم طبق اون فراخانی که داده شده بود برای نعب اعدام همچنان بسیاری از ایرانی ها هستند الرغمی که اون بساب در اصل از آخر هفته دو هفته پیش در حقیقت شروع شده بود تا پایان یک شنبه گذشته منتها همچنان ایرانی ها تحت همین عنوان به خیابون میان و اعتراضات خودشون رو به این جنایات رژیم اعلام میکنن اخبار بعدی رو که احتمالا اشاره شد و بهش خواهیم پرداخت مسئله همین حمله نظامی نیروهای آمریکایی بود به 85 نقطه هدف نظامی سپاه قدس در خارج از کشور در عراق و در سوریه 85 نقطه هستش حالا اینکه چند چونش چه جوری بوده بعدا میتونیم تو قسمت دیگه در این خصوص صحبت داشته باشیم اعتصاب سراسری بسیار بسیار موفقیت آمیزی و در کردستان آذربایجان غربی حتی در استان اصفهان در سمیروم در جف... جیروفت ما داشتیم که در رابطه با بدار کشیدن این جوان ها بود جوان های کرد اما در این حال حکم های دیگه هم صادر شده همونطور که اشاره شد رژیم شمشیر از رو بسته و راهی به جز کشتار هرچه بیشتر در برابر خودش نمیبینه عزیزان ما رو یکی بعد از دیگری به قطع میرسونه آخرین موردش نوجوان 19 ساله نوجوان 19 ساله بلوچ بود که امروز مراسم خاک سپاریش در حقیقت برگزار شد سفر عزیز و این اون که مسلمه تا روزی که این حکومت بر سر کاره چنانکه از روز اولش که به قدرت رسید در ۴ سال پیش شروع کرد با کشتار شروع کرد از همون شب اول با قتل شروع کرد و تا به امروز هم هیچ راه ای در برابر خودش در مقابله با مشکلاتش بحرانهایی که خودش در حقیقت موجبشون هست نمیبینه حتی در رابطه با سیاست خارجی که انتقامش رو از شهروندهای خودمون گرفته و میگیره